شنوندگان عزیز، بسیار خوشحالم که آقای نادر نادرپور، شاعر عزیز و گرامی ما، در استودیوی رادیو امید حضور دارند و صحبتی خواهیم داشت. آقای نادرپور به دعوت بنیاد فرهنگ ایران به آمریکا آمدند، در پاریس اقامت دارند و قبل از شهرهای دیگر یا ایالتهای دیگر آمریکا به لس آنجلس آمدند و همچنان که اطلاع دارید در اینجا علاوه بر یکی دو سخنرانی که به دعوت انجمن ایرانیان کردند در شب شعری در دانشگاه UCLA شرکت کردند. برای خود من به خصوص حضور آقای نادرپور در اینجا یادآور خاطرات دور و درازی است. شاید اولین بار که من به اتفاق آقای نادرپور در یک استودیو نشستیم و صحبت کردیم برمیگرده به حداقل 18 سال پیش که برنامه صدای شاعر رو من در رادیو تهران که خودم سرپرستیش رو به عهده داشتم شروع کرده بودم. برنامه صدای شاعر برنامه‌ای بود که در اون زمان که شعر نو به نظر من در اوج خودش بود و از طرف دیگری شاید به یکی از مسائل مهم جامعه ایران تبدیل شده بود. شعرهای بزرگ معاصر ما مثل سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، خود آقای نادرپور، شاملو، اخوان بهترین اشعارشون رو در اون دوره میگفتند. منظورم این نیست که بعدها شعرهای بسیار خوبی نگفتند، ولی در واقع دوران شکوفایی شعر جدید فارسی بود و در اون زمان با آقای نادرپور صحبتی داشتم. حالا بعد از اون در کنار ایشون برنامه‌های بسیاری داشتیم در رادیو و تلویزیون، ولی به هر حال حضور ایشون در این شهر، در این گوشه دنیا بعد از این همه سال خاطرات اون روزها رو برای من زنده میکنه. خیلی خوش آمدید آقای نادرپور به استودیوی ما. همچنین دوست بسیار عزیز دیگر ما بیژن مفید در استودیوی رادیو حضور داره که شما با کارش بسیار آشنا هستید و همچنین با همکاری و لطف دائمیش با رادیو امید. بیژن مفید هم از همون ایام کارمون رو با هم شروع کرده بودیم و باز باعث بسیار خوشحالی من هست که در این بحثی که با آقای نادرپور داریم بیژن هم شرکت میکنه. اما صحبت رو از کجا شروع کنیم؟ با آقای نادرپور صحبت بسیار هست. شاید بیش از همون چیزی که در شروع برنامه لازم بشه اشاره کنیم، چون من به خاطراتم اشاره کردم آقای نادرپور، سیر فکری و سیر شعر خود شما هست در طول همه این سالهایی که از اون زمان که اولین بار در پشت میکروفون به اتفاق نشستیم تا این زمان که چنین فرصت خوبی مجددن دست داده. خوشبختم که با حضور در این استودیو در واقع و به قول معروف با یک تیر دو نشان میزنم و اون این است که اولا با هموطنان مقیم آمریکا و به خصوص مقیم لس آنجلس صحبت میکنم و از طرف دیگه در میان دو دوست قدیم قرار گرفتم که همچنان که آقای گرگین یادآوری کردند سوابق دوستی و آشناییمون به سالهای دراز پیشین میرسه. بنابراین سپاسگزاری من از این بابت است که به من هم مجال این داده شد که رجعتی بکنم به خاطرات. اما درباره مسیر شعر خودم شاید دشوارترین سوالها همین باشه. یکی اینه، یکی هم وقتی از من میپرسند که کدام شعرات رو بیشتر از همه دوست داری، یا ممکن علت این باشه که نگاه کردن به خود همیشه مشکله ولو در آینه باشه. به کار هم، به کاری که آدم بهش دل بسته، مثلا من به کار شعری که از آغاز داشتم و دل بستگی هم بهش داشتم، دشوار نظر تحلیلی کردن و مسیری رو که پیمودم باز گفتن، اینا به نظر من کارهای دشواری. اما محاذا یک چیز به نظرم میرسه و اون این است که
من از آغاز یک نوع تعهد خاصی به خودم داشتم. این کلمه تعهد رو باید بلافاصله در پرانتز توضیح بدم که زیاد من دوست ندارم، چون به خصوص در سالیان اخیر این کلمه به قدری در جاهایی که به نظر من نابجا بوده به کار رفته که حتی من وقتی میشنوم یه عکس العمل منفی در من ایجاد میکنه. اما خب دیگه بالاخره کلمات گاهی اوقات آدم ناگزیر از استعمالشون هست، ولی من که دوستشون نداشته باشه. این تعهدی که من میگم تعهدی بوده است نسبت به اون چه که خودم صداقت بهش مینامم. این صداقت، صداقت خطابش میکنم، نه اینکه تصور کنید که معتقدم که من فقط آدم صادقیم و هیچ آدم دیگری صادق نیست. این اصلا منظورم نیست، بلکه منظورم این است که من یه نوع تعهدی داشتم به اینکه اون چه که حس میکنم و فکر میکنم همون جور بگم و هیچ وقت پروای اینو نداشته باشم که آیا اون چه که گفتم باب روز و باب زمان هست یا نیست. این کار در فکرم نبوده. شاید به همین دلیل که یه نوع تکروی رو به من نسبت دادن و به حق هم نسبت دادن. فی الواقع همینجور بوده، یعنی من همیشه یه آدم تکروی بودم. فقط و فقط اون چیزی رو که حس میکردم بایستی بگم نسبت بهش تعهد داشتم و این تعهدم لااقل به گمان خودم صادقانه بوده. این است که در یه روزگاری که خیلی درباره شعر متعهد یا شعر مسئول صحبت می شد، من شعرهایی می گفتم که اصلا از اون طریق جدا بود. یعنی من حرفای خودم رو می زدم. منظورم این نیست که این حرفای خودم حرفای شخصی بوده. من یک چند جا توضیح دادم که گاهی اوقات ممکنه که ضمیر من به کار بردن ابدا دلیل سخن از خود گفتن نباشه. حالا اگر بخوام نقل قولی از یه شاعر بزرگ خارجی بکنیم، به قول رامبو میگه که در شعر من دیگریست، je est un autre. خب این معنیش این است که گاهی اوقات ممکنه ضمیر من به کار بره ولی این من یک جنبه عمومی پیدا بکنه. اصلا ادعام نمی کنم که من هر جا من گفتم همه رو شامل بودم، اما میخوام بگم که ضمناً اگر صرفاً معیار قضاوت رو این بگذاریم که بعضی از ما حرف میزنند، این دلیل شعر جمعی گفتن نیست یا شعر متعهد گفتن نیست. همچنان که اگر یک کسی از من حرف بزنه دلیل این نیست که فقط حدیث نفس میگه، یعنی شخصی حرف میزنه. من اینجا یک مسئله رو مطرح کنم، نمیدونم، به نظر من تعهد شاید اعتراف کردن، یعنی گفتن که من شخص متعهدی هستم فرق داشته باشه با اینکه انسان مسائلی که پیرامونش میگذره، یعنی یک شاعر مسائل دور بر خودش رو ببینه. من تصور میکنم که در طول همین چند سال گذشته شاید اشعار شاعران دیگری به دست ما نرسیده و شما این فرصت رو داشتید که خارج از کشور برخی از اشعارتون چاپ بشه، ولی اون چیزی که در بسیاری از شعرهای اخیرتون میبینیم دقیقا مسئله، گرچه از زبان خودتون حس خودتون رو گفتن هست، ولی مسائلی است که مربوط به همه است. یعنی وقتی این شعر شما رو آدم میخونه من احساس میکنم که احتمالا مقداری از زبان من هم سخن گفته شده. اون شعر معروفتون زلزله‌ای که خانه را لرزان، وقتی که شما از کلیدی که در قربت به در خانه میاندازید و میرید تو صحبت میکنید، این مسئله است که مربوط به همه ماست. یعنی دقیقاً این حسی است که همه ما میکنیم. در اون شعر بلندی که دارید با نصرت رحمانی، در واقع شرح یک دورانی است که من اول برنامه بهش اشاره کردم. یعنی وقتی که من اون شعر رو میخونم، ما که تقریباً از یه نسل هستیم، یعنی تحقیقاً شاید من دقیقاً احساس میکنم که این خاطرات گذشته چطور بازگشته و چطور شما نه که از خودتون دفاع بکنید، ولی اون چیزی رو که الان دارید میگی در اون شعر بیان کردید. من فکر میکنم اگر حسن حافظ گفته که در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، حافظ ادعای متعهد بودن هرگز نکرده، ولی اون چیزی رو گفته که مسئله زمان بوده. شاعر حرف خودش رو زده.
ولی اینقدر وجدان آگاهی داشته و بیدار و هوشیار بوده که اون مسئله ای رو بگه که در ذهن بسیاری در همون لحظه مسئله روز بوده، مسئله اساسی بود. اجازه میدی یه چیز من اضافه کنم؟ چون نادر روی مسئله تعهد تکیه کرد و من دقیقاً باش موافقم. یکی از اصطلاحات بسیار به نظر من بی سر و پا و بی پدر مادری بود که در این سالهای اخیر به سر زبان ها افتاد بدون یک کسی معنیشو بفهمه. مسئله تعهد این نیستش که به نظر من لااقل یه هنرمند شاعر یا هر هنرمند دیگری بیاد برای مردم وظیفه تعیین کنه، بگه که بایست اینطور بشه، فردا باید اینطور بشه، اگر این کار نکنه متعهد نیست. هنرمند زاده زمان خودشه. نادر خیلی خیلی پیش از این حرفها شاید خودش هم اصلا آگاه نبوده، هنوزم شاید متوجه نباشه، شعرهایی مثل این که من بیخبر به راه سفر پا گذاشتم. اگر اینا رو ازش خواهش کنیم خودش یک بار دیگه بخونه، متوجه میشید که چطور همینطور که تو گفتی ایرج جان در گذر زمان بوده، ملهم از زمان بوده. تعهد یعنی همین. کار هنرمند به نظر بنده این است که مثل یک روانکاو دردها رو بشکافه، حرفها رو بزنه. راه نشان دادن وظیفه هنرمند نیست، اون وظیفه دکتره، وظیفه جامعه شناسه. یک هنرمند سیاسی است، اون کسی است که بله. خودشو الیت میدونه، اون خود تا این تکلیف بکنه بله. بله. اون کار اوست. هنرمند هنرش در این است که هنرمند متعهد، اولا به نظر بنده هنرمند غیر متعهد وجود نداره. آدم یا هنرمند هست بله. یا نیست. اگر هست متعهد هست، از این دو حال خارج نیست. این نظر شخص بنده است. ولی این فرق میکنه با اینکه علم دست بگیره. بله اون وظیفه دیگر، اون شعاره، اون پوستره، اون کار هنرمند نیست. هنرمند وقتی میاد، نادر از اون روزی که شروع کرده به شیوه شعارش کار ندارم چون تخصص من نیست، نمیخوام در این باره دخالت بکنم، اما از اون اولین شعرهاش، اون شاعرانه ترین شعرهاش، همیشه میبینید که دست میذاره روی نبض ها، روی رگ ها، مثل یه جراح میشکافه و میگه خب آقا حالا یه جراح بیارید اینا رو درست بکنه، یه دکتر بیارید اینا رو پیوند بده. اون وظیفه اون نیست دیگه. به نظر من اشکال در اینجاست و حالا طبعا در سالهای اخیر متاثرتر هست از زمان، حوادث تغییر کرده، بازتر شده حرفش. و یا نه از روز اول هم همین بوده. حالا من بحثم راجع به این لغت متحد بود که نادر گفت و من بسیار بهش موافق هستم. حالا من برای اینکه بحث رو ادامه بدیم، در طول این سالها، یعنی شعرهای جدید شما رو که آدم میخونه، یعنی اون لیریسیزم، اون غنای شاعرانه که همیشه در شعر شما بوده، ولی یک چیز دیگری بهش اضافه شده. یعنی من اینطور تصور میکنم، من شعرهای تازه شما رو که میخونم، چجوری میتونم بگم، به نظر من یک تلخی که من حس میکنم چرا، ولی اگر آخرین فریب تو ای زندگی نبود، اینک هزار بار رها کرده بودمت رو سالها پیش گفتید، ولی اون یک مفهوم چطوریست، مفهوم خیلی شاعرانه یا فرض کنید عارفانه است که آدم در اشعار بسیار از شاعران ممکنه حس کنه. در شعرهای جدید حتی کلمات به نظر من کلمات تلخی است، کلماتی است که آدم احساس میکنه که یک شاعر شاید بر اساس تمام گذشته خودش یک کشفهای تازهی کرده و دیدش نسبت به زندگی اگر تغییر نکرده باشه نوعی دچار دگرگونی شده. شما این نظر من رو نمیدونم چطور. بله کاملا درسته. عرض کنم که در امتدا در دنباله همون سخنی که داشتیم اتفاقا من میرسیدم به اینجا، منتها بیژن یه مقداری کار منو آسون کرد به دلیل اینکه حرفایی که زد یک قسمتی از حرفایی بود که من میخواستم در همین مسیر بزنم. منظور این است که در قدیم، یعنی در اون شعرهایی که او بهش اشاره کرد، هم من همچنان که گفتم نظر داشتم به اون چه در بهرحال در اطراف من و در خود من به طور متقارن، برای اینکه من گمون میکنم که چندین جا هم گفتم اصلا شاعر یا هنرمند آینه زمانشه، منعکس میکنه همه چیز رو آنن در همون لحظه که هست وجود داشته، منتها
این نکته که الان شما بهش اشاره میکنید درباره شعرهای اخیر، بله واقعیت این است که یک تفاوت مهم میکرده. اون تفاوت این است که من معتقدم همه چیزهای رو در شعر میشه گفت و با شیوه های مختلف هم میشه گفت. یعنی وقتی که من شعری مثل پیوند رو گفتم، همین که بیژن هم اشاره کرد که من بیخبر به راه سفر پا گذاشتم، حرفی جز ادعایی که بعضی از آدم ها میکردن و نام یا برچسب تعهد روش میگذاشتن نبود. تفاوت فقط در این بود که من در اونجا هم اعتقاد داشتم که هنرمند نشان دهنده است، یعنی اصلا کارش وقوف یافتن اول و بعد وقوف دادن، یعنی شناختن درد و شناساندن درده. مداوای درد کار نمیدونم کار کیه، اما من گمون نمی کنم که حتما این جزء فرائض هنرمند باشه، ولی حتما یه چیز هست، خودش بشناسه درد رو و بعد به دیگری بشناسونه، همون که گفتم وقوف یافتن و وقوف دادن. به نظر من و گمون کنم که این یه حتی عقیده پزشکیه که تشخیص درد یعنی وقوف یافتن بر درد نصف معالجه است. از این نظر اگر نگاه کنیم، شاعر یا هنرمند همین که درد رو میشناسه و بیان میکنه، در واقع نصف کار رو، نصف معالجه رو میکنه. اما این که چه تفاوتی بین لحن امروزی من و لحن دیروزی هست، این یه واقعیتی است که گاهی اوقات نمیدونم اینو بگیم که بدبختی است یا خوشبختی، شاید از جهاتی از جهت خود زندگی بدبختی باشه، شاید از جهت شعری خوشبختی باشه. نمیدونم این بدبختی و خوشبختی از اون کلماتی است که دشوار معنی دقیق ازش کردن یا مفهوم دقیق ازش گرفتن. میخوام این رو بگم که بعضی حوادث هست که چنان دگرگون کننده است و چنان به قولی فراگیره که همه چیز رو در خودش جذب و حل میکنه. گمون میکنم تفاوت حرفایی که من مثلا 20 سال پیش میزدم با حالا این است که اون موقع اون حرفا ضمن این که در متن و بطن جامعه وجود داشت، به دلیل این که حادثه یا اتفاقی که بعدها افتاد اون موقع نیفتاده بود، این فقط جزئی یا قسمتی از حرفی بود که من میخواستم بزنم. اما امروز حادثه‌ای که اتفاق افتاده چنان شده است که هر حرف دیگری جز این مسئله را هم که من بخوام بزنم باز در همین کادر قرار میگیره. یعنی در واقع بستر هر احساسی ولو عاشقانه در مسیر این حادثه قرار گرفته. این است که شما تفاوت لحن احساس میکنید. اون موقع یک شعر عاشقانه جای خودش رو داشت و شعری که حالا بگیم اجتماعی، گرچه این تقسیم بندی هم به نظر من درست نیست، اما به هر حال شعری مثل همون پیوند که بیژن بهش اشاره کرد باز جای خودش رو داشت. وقتی میگم جای خودشو ببینید، از این نظر میگم که شاعر هم مثل آدم عادی تمام بله تمام اوقات زندگی و روزش رو که به یک چیز وقف نمیکنه و صرف نمیکنه. ممکنه یه آدمی که حتی ما در مبارزات عشق کنم که نظامی و چریکی و اینها این رو میتونیم ببینیم که یه آدمی که 100% برای یک کاری حتی اسلحه به دست میگیره، ولی ممکنه در یه لحظاتی از روز ناگهان مثلا بارون خوشی که میباره او رو به طرف در بیاره. بله. یا اینکه اگر یه منظره خوبی ببینه از این لذت ببره. بنابراین یه آدم که نمیشه فقط بگیم که 100% تمام وجودش از صبح تا شب به یک نوع فکر یا یک نوع حس اختصاص داره. اما تفاوتی که میکنه این است که وقتی حادثی از این قبیل رخ میده، حتی اون لحظات لذت و انبساط، حتی اون چیزهایی که به هر حال انسانی دیدن یه منظره خوش یا اون لطافت و رقتی که آدم از یک باران لطیفی میگیره، باز هم در بستر کلی این حادثه جریان داره. درسته. اجازه میدیم من یک چیزی فقط به حرف نادر اضافه کنم، در واقع تکمیل حرفش باشه یا به زبان دیگری توضیح واضحات منتها میگم به هر صورت. یه لغتی به انگلیسی داریم که به فرانسه هم لابد هست، نادر بهتر میدونه، میگیم پریمونیشن، احساس قبل از وقوع. نادر از جمله شاعرایی است که حتی در عاشقانه ترین فرمهاش
شما یک احساس قبل از وقوع دارید و این تعهده، یعنی این اگر بخواید بگید که هنرمندی است که زاده زمانشه، با زمانش پیش میره، من متاسفانه خاطرم نیست، کتاباشم جلوم نیست که الان از روش بخونم، شاید خودش لطف کنه بخونه برامون، در شکل‌های حتی خیلی خیلی بزمیش یک احساس قبل از وقوع هست و این احساس قبل از وقوع غم جفا و وفا نیست. هرگز تو شعر نادر من ندیدم لااقل که کسی بهش جفا کنه یا این به کسی وفا کرده باشه و اون جواب وفاشو نداده باشه. و این احساس قبل از وقوع، این پریمونیشن هست که همینطور اوج میگیره و طبعا امروز اون حادثه‌ای که به عنوان یک هنرمند حس کرده این واقعه رو، این روز واقعه رو حس کرده، امروز واقعه شده. درسته. شاید به دلیل اینکه یک شاعر احتمالاً شاید خیلی بهتر بتونه به نظر من مسائل رو ببینه و راجبش بگه و روش اثر بگذاره، در صورتی که خودش خارج از کشاکش و درگیری ایستاده باشه. من که شما اگر یک طرف این کشاکش باشید، از دید خود ممکنه لطمه‌ای که می‌خورید در اثر یک حادثه شدیدتر باشه، ممکنه سرخوردگی چند برابر باشه و وحشتناکتر، ولی اگر شما ناظر واقع باشید و این احساسی رو که میگید به هر حال دائم به هر حال دلشوره این واقع رو داشته باشید، احتمالاً در روز وقوع حادثه و بعد از اون مسائل شاید بهتر آدم میبینه، برای اینکه خارج از اون کشاکش ایستاده بوده به یک معنا. کشاکش من مثلا میگم دقیقاً دیگه، بعد بگم اگر فرض کنید یک حادثه اجتماعی اتفاق میفته که دو ایده سیاسی، دو ایده اجتماعی دو طرف قضیه هستن، اگر شما به یکی ایده، یکی از این ایده ها تعلق داشته باشید، طبیعتاً بعد کارتون اگر شعر، اگر نمایشنامه است، اگر داستانه، یک چیز دیگری داره. شما یک طرف قضیه بودید، شکست خوردید یا پیروز شدید. ولی وقتی که شما جزء این دو طرف نباشید و دلشورش رو داشته باشید، طبیعتاً شما بهتر میتونید ببینید. من میخوام خواهش کنم، چون اشاره شده به خصوص با اشاره که بیژن تو کردی، اینجا بهترین فرصت هست که خواهش کنیم نادرپور شعر پیوند رو بخونه. خیلی ممنون میشم. دقیقاً شعری است که تمام این مسائلی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم. آره، من عاشق این شعر هستم. خواهش میکنم. این شعر رو میخونم، بعد یه توضیح کوتاهی در این باره این صحبت ها خواهم داد. خبر به راه سفر پا گذاشتم، آگاهی از نیاز عزیزان نداشتم، در کوره راه‌های تهی می شتافتم، چون سوسمار مست به دنبال آفتاب، در زیر پنجه‌های ترم ریگ‌های خشک فریاد می زدند که ما تشنه‌ایم آب. شرمنده می گذشتم و آبی نداشتم. در زیر روشنایی لیمویی غروب از خواب نیم روزی بیدار می شدم. از گوشوار نقره‌ای ماه می پرید برق ستاره‌ای. مرغابیان وحشی فریاد می زدند، پس این ستاره کو؟ من؟ جز نگاه خیش جوابی نداشتم. در شهر ناشناخته‌ای پرسه می زدم، دیوارهای شهر مرا می شناختند، اما ز آشنایی خود دم نمی زدند، گویی نقاب ترس به رخسار داشتند. من
جز سکوت خیش نقابی نداشتم. ای ریگ های تشنه خورشید سوخته، این بار اگر به سوی شما رخت برکشم، از چشمه های آب روان مژده می دهم. ای کاروان وحشی مرغابیان شب، این بار اگر نگاه به سوی شما کنم، از کوکب سپید دمان مژده می دهم. ای قامت خمیده دیوارهای شهر، این بار اگر به خلوت راز شما رسم، از روزگار امن و امان مژده می دهم. من با امید مهر شما زنده ام هنوز، پیوند جاودانه ما ناگسسته باد. گر فارغ از خیال شما زندگی کنم، چشمم بر آفتاب و بر آفاق بسته باد. چیزه اصطلاحی هست برای پیشگویی، یعنی همون چیزی که خودت گفتی، یعنی در واقع پریمونیشن، احساس قبل از وقوع. هیچ تصور نمیکنم چند شعر ما داشته باشیم در ادبیات معاصر که اینقدر بعد از سالها که آدم میخونه یا میشنوه. این شعر ما چند سال پیشه نادر؟ 38، بنابراین میشه 25 سال تقریبا. 25 سال پیش. بله، من فقط میخواستم بگم که واقعا از هر دو دوست قدیمم متشکرم که خیلی کار منو در بیان آسون میکنن. این دو نکته خیلی مهم بود، نکته که بیژن گفت، برای اینکه شاید خود منم تا این اوضاع احوال اخیر متوجه این نبودم که خیلی از چیزها به صورت پیشحسی و پیشگویی در کار من بوده، در شعر من بوده. این که میگم متوجه نبودم، برای که منظورم این است که تعمدی در این کار نبوده، اما ظاهراً چنان که خیلی از آدم ها اشاره کردن و در ادب قدیم ما بسیار به این نکته اشاره شده، منتها این رو به هیچ وجه نباید تعبیر خود ستایانه کرد، برای که این کلمه که من به کار میبرم از کلمات شبه انگیزه، ولی به هر حال شاعری و پیامبری بسیار در کنار هم آمده. من این کلمه پیامبری رو واسه استفاده کنم. بله، این پیامبری البته به مفهوم مذهبیش نیست. دقیقاً. ولی به مفهوم یک نوع پیشبینیه، پیشگوییه. و اگر یه خود برگردیم به متون قدیمی دینی، اون چیزی که فرنگی‌ها بهش میگن دید اپوکالیپتیک به اصطلاح، یعنی دیدی که مثل مکاشفات یوحنا بعضی از فاجعه خبر دادن. بله، این یکی از صفات مهم شاعران است. این واقعیت است که در بسیاری از شعرهای من وجود داشته از قدیم، در شعرهایی که در صبح دروغین گرد آمده کاملا آشکار است، اما همین شعر و خیلی از شعرهای دیگه هم این خاصیت رو داره. بنابراین نکته‌ای که بیژن گفت بسیار درسته، نه به دلیل که درباره شعر من گفت، اصلا درک این نکته و بیانش کلن درسته. اما نکته‌ای که شما دوست عزیز آقای گرگین گفتین، اون هم خیلی درسته و اون این است که نگاه کردن به مسائل از جانب یک شاعر، حالا یا هنرمند، که ما اینجا داریم از شعر چون صحبت میکنیم به ناچار بسته هی بگیم شاعر، این است که در متن غذا یا قرار داشتن
لزوماً جانبگیری خاص از یک عقیده نیست. ممکنه که آدم در متن قضایا قرار بگیره و با همه اون حسش یا فکرش نگران باشه، نگران اتفاقی باشه که داره میفته. این حرف شما کاملا درسته که اگر خودش رو محدود بکنه و وابسته بکنه فقط به یک عقیده و به یک بینش، اون وقت یک طرف از این قضایا، یک مقدار از این قضایا رو به طبع نخواهد دید، یا اگر ببینه درست نمیتونه ببینه، به دلیل اینکه در این حال شاعر یا هنرمندی که در این حال قرار میگیره و به یک عقیده خاص بستگی پیدا میکنه، به ناچار جانبگیرانه قضاوت میکنه. و من اعتقادم اتفاقا درست برمیگردیم به اون حرفی که اول شروع شد و اون این است که تعهد شاید این باشه که شاعر مثل آینه بی‌طرفانه همه چیز رو منعکس بکنه. و گاهی اوقات بعضی آینه های غیبی هستن که حتی زودتر از اونچه که در خارج چیزی اتفاق میفته نقش رو در خودشون نشون میدن. من تصور میکنم که مسائلی که بازم میتونیم بشینیم و صحبت بکنیم بسیار زیاده و مدت اقامت شما در لس آنجلس کوتاه و ما سیر نمیشیم، بعد سالها دیدیمتون و میتونیم ساعتها بنشینیم و صحبت بکنیم. امیدوارم که فرصت دیگری دست بده و بتونیم که این صحبتی رو که داشتیم و خود من بیش از هر کسی دارم ازش استفاده میکنم، امیدوارم شنوندگان ما هم از اون استفاده بکنن، دنبال کنیم در فرصت دیگری. ولی خواهش من این است که با یکی از شعرهای جدیدتون این برنامه رو تموم کنیم. به هر حال من خیلی متشکرم که این فرصت در اختیار من گذاشته شد و از گفتگو با دوستان قدیم خودم همچنان که گفتم شادمان هستم و ضمناً از اینکه چند کلمه ای با همه هممیهنان مقیم آمریکا صحبت کردم. شعری رو که برای ختام برنامه باید بخونم یادم نیست که، یعنی یادم نیست، نمیدونم که آیا قبلاً از همین رادیو پخش شده یا نه، ولی و اگر شده به من یادآوری بفرمایید و وقت چیز عوض میکنیم، یک شعر دیگری میخونم. اون خون و خاکستره. بله، در مصاحبه که همکار عزیز ما خانم سرشار با شما در پاریس کردن این شعر رو خونده بودید، ولی من شخصا حاضرم یک بار دیگه اون شعر رو بشنوم. کمال میل. من یه خواهشی دارم از نادر، یه خواهش خیلی دوستانه، شدم بی مناسبت باشی نمیدونم، شعر قم رو خواهش میکنم اگر یادت هست نادر جان برام بخون. بله بسیار خوب. بله، چون شعر کوتاهی است. چند سال پیش این شعر گفتی؟ اینم بگو. این اسفند 31ه، مثل اینکه درست میشه 31 سال پیش. 31 سال پیش. بله بفرمایید. قم. چندین هزار زن، چندین هزار مرد، زنها لچک به سر، مردان عبا به دوش، یک گنبد طلا با لکلکان پیر، یک باغ بی صفا با چند تک درخت، از خنده ها تهی و از گفته ها خاموش، یک حوض نیمه پر با آب سبز رنگ، چندین کلاغ پیر بر توده های سنگ، انبوه سائلان در هر قدم به راه، عمامه ها سفید، رخساره ها سیاه. خیلی ممنون مادر.
خون و خاکستر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، یک شب همه چیز را دگرگون کرد. چون شعله جهان خفته را سوزاند، خاکستر صبح را پر از خون کرد. او بود که شیشه های رنگین را از پنجره های دل به خاک انداخت، رخسار زنان و رنگ گلها را در پشت غبار کینه پنهان ساخت، گهواره مرگ را بجنبانید، چون گور به خوردن کسان پرداخت. در زیر رواق کهنه تاریخ بر سنگ مزار شهریاران تاخت، تندیس هنروران پیشین را بشکست و بهای کارشان نشناخت. آنگاه ترانه های فتحش را با شیون شوم باد موزون کرد. او راه وصال عاشقان را بست، فانوس خیال شاعران را کشت، رگهای صدای ساز را بگسست، پیشانی جام را به خون آغشت، گنجینه روزهای شیرین را در خاک غم گذشته مدفون کرد. تالار بزرگ خانه خالی شد از پیکره های مرده و زنده، دیگر نکبوتری که از بامش پرواز کند به سوی آینده. در ذهن من از گذشته یادی ماند، غمناک و گسسته و پراکنده. با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد. ناگاه به هر طرف که رو کردم، دیدم همه وحشت است و ویرانی. عزم سفرم به پیشواز آمد تا پشت کنم بران پریشانی. اما غم ترک آشیان گفتن، چشمان مرا که جای خورشید است همچون افق غروب گلگون کرد. چون روی به سوی قربت آوردم، غم بار دیگر به دیدنم آمد. من برده پیر آسمان بودم، زنجیر بلا به گردنم آمد. من خانه خود به غیر نسپردم، تقدیر مرا ز خانه بیرون کرد. اکنون که دیار آشنایی را چون سایه خیش در قفا دارم، بینم که هنوز و همچنان با او در خواب و خیال ماجرا دارم. این عشق کهن که در دلم باقی است، بنگر که مرا چگونه مجنون کرد. اینجا که منم، کرانه نیلی از پنجره مقابلم پیداست. خورشید برهنه سحرگاهش همبستر آسمانی دریاست. گاهی به دلم امید می‌بخشم کان وادی سبز آرزو اینجاست. افسوس که این امید بی حاصل، اندوه مرا هماره افسون کرد. اینجا که منم بهشت جاوید است، اما چه کنم که خانه من نیست. دریای زلال لاجوردینش آینه بی کرانه من نیست. تا به هوس آفرین امواجش گهواره کودکانه من نیست. ماهی که بر این کرانه میتابد، آن نیست که از بلندی البرز تابید و مرا همیشه افسون کرد. اینجاست که من جبین پیری را در آینه پیاله میبینم، اوراق کتاب سرگذشتم را در ظرف پر از زباله می‌بینم. خود را به گناه کشتن ایام
جلاد هزار ساله میبینم، اما به کدام کس توانم گفت این بازی تازه را که گردون کرد. هر بار که رون هم به کاشانه در شهر غریب و در شب دلگیر، هر بار که سایه سیاه من در نور چراغ کوچه گمنام بر پشت دری به رنگ تنهایی آوارگی مرا کند تصویر، با کهنه کلید خیش میگویم که ای حلقه به گوش مانده در زنجیر، اینجا نه همان سرای دیرین است، در این در بسته کی کنی تأثیر؟ کاشانه نو کلید نو خواهد، در قلب جوان اثر ندارد پیر. از پنجه سرد من چه میخواهی؟ سودی ندهد ستیزه با تقدیر. وقتی که خروس مرگ میخواند، دیر است برای درگشودن دیر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، گفتن نتوان که با دلم چون کرد. بله، این شعر فوق العاده زیبایی که به نظر من شاید من شعر مدت هاست به قشنگ تر از این نشنیدم و نخوندم. یک بار و به مثل اینکه منتشر شد من در این برنامه خوندم و خیلی خیلی شنوندگان ما خوششون اومد، تحت تاثیر قرار گرفتن. به هر حال وقتی که نادرپور بیژن این شعر رو میخوند، من به یاد تمام سالهای گذشته افتادم، یاد خیابون شیخ هادی تهران افتادم و پاتوقی که داشتیم. بله. یاد میدون ارک افتادم، یاد کافه فردوس، کافه مادری، کافه روز، ریویرا و تمام جایی که ساعت ها می نشستیم و نادرپور شعرهای خوبش رو برای ما می خوند. هیچ چیز قشنگتر از این نیست که دوستان بعد از سالها دوباره گرده هم بیان و به خصوص این فرصت هست بده که یک شاعر خوب و ارزشمند و گرامی آخرین کارهاشو برای دوستان قدیمش بخونه. امیدوارم شنوندگان ما از این برنامه استفاده کرده باشن و امیدوارم فرصت دیگری دست بده که باز هم صحبت داشته باشیم. همچنین امیدوارم که نادرپور باز هم به ما سر بزنه در این شهر درندشت و فقط در پاریس نمونه، که دوستان ما در پاریس از محضرش استفاده کنن. بله، امیدوارم که دوباره خدمت دوستان برسم. خیلی ممنونم.